سلام دوستان، راشل هستم، آسترولوژر شما از هوروسکوپ فارسی و با هشتمین قسمت از هوروسکوپ فارسی پادکست همراه با جیمی عزیز به خونه های شما میایم تا پنجشنبه شب خوبی رو با هم سپری کنیم. متاسفانه برای این قسمت از هوروسکوپ فارسی پادکست سارا نمیتونه با ما همراه باشه و من و جیمی با هم این اپیزود رو اجرا میکنیم. برای دوستانی که جدیدن به جمع ما پیوستن، اگر مایل هستید که مطالب هوروسکوپ فارسی رو دنبال کنید، میتونید از اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هوروسکوپ فارسی رو پیگیری کنید. برای دوستانی هم که میخوان اطلاعات پایه آسترولوژی رو به دست بیارن و بدونن که چه نشانی هستن یا هر سیاره چه مشخصاتی داره، هر نشانی رو بهتر بشناسن، پیشنهاد میکنم که به horoscopefarsi.net مراجعه بکنید و اونجا میتونید اطلاعات رو داشته باشید. به خصوص این که امشب ما میخوایم در مورد یکی از نشانهای زودیاک صحبت کنیم. بنابراین برای همه شما خیلی خوبه که به وبسایت horoscopefarsi.net مراجعه بکنید و چارت تولدتون رو در بیارید و ببینید که ماه، خورشید یا نشان رایزینگتون کجا قرار گرفته یا چه سیاره‌ای در نشانی که امشب می‌خوایم در موردش صحبت کنیم دارید. اما اول بهتون نمیگیم که می‌خوایم از چه نشانی حرف بزنیم. یک کلیپ براتون می‌ذاریم و شما فرصت دارید تا حدس بزنید که ما می‌خوایم از چه نشانی حرف بزنیم. سلام دوستان، من جیمی هستم و امیدوارم که همگی هفته خوبی رو گذرنده باشین. کلیپ رو با دقت ببینید، به جزئیاتش دقت کنید تا بیشتر در مورد این نشان بعد با هم حرف بزنیم. این از بچگی داره با دث دیل میکنه. تو این کیس مثلا رنگ فیلم تاریک سیاه، این سینه دارکه. نه کل فیلماش همینجوری دارکه. آره دیگه، الله کلچه میفهمن الله همه. صورت خوبی بود بچه دار بود. مشکل خانوادگی از بچگی؟ مشکل اتفاقا مشکل خانوادگی نداشته، فقط مردن. تو این کیس نات، نه اینکه مثلا همه اینجوری ان obviously معلومه. دن دن همون... امیدوارم تا الان بعضیتون فهمیده باشین کیان دیگه. معلومه دیگه، نمیدونم واقعا چی بگم اگه نفهمیدی. همون داستان میشه سرچشمه تحولش. آره دیگه، ترانسفورمیشن شدید داشت. مثلا الان اینجا مید ترانسفورمیشن، وسط ترانسفورمیشن، توی یک جای تاریک، تنها، زیر سنگا، جایی که فقط یک And look at this. عقرب زندگی میکنه. یا یه الان میاد اقربو کجا؟ اینجا زیر سنگا زندگی میکنه. سنگا؟ توی تاریک سوراخات هست دیگه. کامان دیگه، فهمیدین کیه الان دیگه. و اینطوری هست که بتمن متولد میشه با زودیک ساین اقرب. کلش اقربه. الان داره تلیشه به ایگل، به اقاب، whatever. پس توی اون سوراخ تاریک وقتی متحول میشه صعود میکنه، بالا میاد، بیرون میاد و تبدیل میشه به اقاب و بعد از اون قادر هر وقت بخواد بره اون سوراخ تاریک دوباره. حالا اینو بعد این ویدیو میگم، این چیزی که میخوام بگم. A
I'm Batman. چشمای اقرب. No problem. خب حالا حتما بتمنه دیگه، فهمیدین دیگه. Obviously. که فهمیدن. حتما حالا حد زدید که ما میخواییم در مورد کدوم نشان صحبت کنیم. اینو قرار بود حدس بزنن، نه اینکه چه فیلمیه. خب ما میخواییم در مورد نشان عقرب حرف بزنیم. اولا من اینو بگم، یه چیزی که خواستم اینجا بگم برای ویدیو میگم، همین مثلا بتمن و اینا، خب ثروتی که داره، ثروت مدل خیلی عمیق خانوادگی از قرن‌های گذشته است و اینا، و حتی مدل ثروتش پلوتوئیه، ثروت خیلی مثلا عمیق و زیاده، خیلی سنگینیه اما اسرارآمیزه. آره و سرور سنگینی، این سرور سرور پلوتوئیه. خب حالا آره. از اولش حرف بزنیم، یعنی اون صحنه ای که خونه، یعنی اصلا این کاراکتر از هر نظر بخواید شما کنی یه اسکورپیو کامله. یعنی دقیقا بتمن سمبول یک نشان اسکورپیو خالصه، یعنی کسی که عقربش خیلی سنگینه. حالا ما میخوایم امروز در مورد عقرب صحبت کنیم، فرق نمیکنه عقرب رایزینگ باشید یا خورشید در عقرب یا ماه در عقرب، بالاخره همه به یه نحوی این انرژی رو از خودتون بروز میدید، که حالا توی صحبت ها بیشتر مشخص میکنیم که کدوماش مال کدوم بیشتر هستش. اما در کل خود عقرب یک سری مشخصاتی داره که وقتی یک سیاره حالا توی اون نشان قرار میگیره، در حقیقت انگار که مثلا یه سیاره بشینه رو سر یه اسپری و اون اسپری شروع کنه به پاشیده شدن، یعنی مشخصات اون نشان بیرون ریخته میشه. وگرنه در حالت عادی مثلا همه ما داریم همه نشانها رو، اما وقتی که اون خالیه، سیاره توش نیست، خیلی اکتیو نیست اون نشان توی ما. مثلا وقتی که سیاره توش نباشه و اون نشان خالی باشه، اگر که توی سیارات ترانزیت حتی، یعنی اگر در حالی که زنده ایم توی مثلا 20 سالیم 30 سالیم داریم زندگی میکنیم، اگر سیاره توش قرار بگیره بازم خصوصیتش بیرون ریخته میشه. اما حالا میخوایم در مورد چارت تولد اونهایی که خورشیدشون توی عقربه، ماهشون توی عقربه یا رایزینگشون توی عقربه، و حتی اگر رسیدیم و خیلی طولانی نشد بحثمون، در مورد ونوس، مارس، ساترن اینها توی عقرب صحبت بکنیم و اینکه بگیم که بیشتر چه مشخصاتی دارن اینها، چطور با شرایط برخورد میکنن، از نظر احساسی به چه صورتن، از نظر ارتباطشون، دیدگاهاشون توی شرایط مختلف ببینیم که به چه صورتن. و میخواستیم که اولین، در حقیقت اول این صحبت، به شما انرژیش رو منتقل بکنیم با نشون دادن این فیلم و بتمن حقیقتاً سمبول یک، یعنی انرژی کامل و خالص عقربه. و کامل میتونیم از این قسمتی که نشون دادیم ما میتونیم صحبتمون در مورد عقرب شروع کنیم. خب حالا اول این که به این دلیل که یعنی یک چیزی پیش میاد توی بچگی اینها، کسایی که عقرب به دنیا میان، معمولا توی بچگیشون شرایطی ایجاد میشه که از نظر احساسی برای اینها سنگینه و اینها رو فرو میبره در اون غار تاریکی خودشون و در درونشون اینها رو متحول میکنه. یعنی اون فشار احساسی تبدیل میشه به یک چیزی که میتونه مثلا مثل کیمیاگری میتونه اینها رو تبدیل بکنه. یه زندگی قبلی اینا زندگی سختی داشتن و با اون دست و پنجه نرم کردن های احساسی، حالا حتی ممکنه توی یک جنگ یا کشتار جمعی مثلا حضور داشتن، یا اینکه به هر حال یک وضعیت بدی رو از نظر مرگ تجربه کردن، یا اینکه از نظر روحی خیلی صدمه دیدن، حتی ممکنه در مورد خانوادهشون اتفاق افتاده باشه نه فقط خودشون. به همین دلیل هم هست که عقرب بی نهایت از خانواده ای که دوستش داره، از چیزی که دوست داره دفاع میکنه، به خاطر اینکه ممکنه که قبلا اینها برای خودش یا خانوادهش اتفاق افتاده باشه، ممکنه که یکی از اعضای نزدیک خانوادهش یا خودش حتی محکوم به مرگ شده باشه و اونها رو تحمل کرده باشه و با همون تحمل بالا حالا به دنیا میاد. یعنی اینکه قبلا شکل گرفته و
در نتیجه الان دیگه تحملش بالاست توی این زندگی و چیزی به این راحتی شوکش نمی کنه و از خیلی چیزا نمی ترسه، از خیلی چیزایی که بقیه می ترسن نمی ترسه، خیلی چیزایی که بقیه می ترسن اصلا راجبش حرف بزنن نمی ترسه، به خصوص از مرگ، از مرگ نمی ترسه، با مرگ زندگی می کنه. مرگ براش شیرینه، یعنی طعمش رو چشیده، باهاش دست و پنجه نرم کرده و حالا اومده، حالا به هر دلیلی که بوده، حالا یا شغلش بوده یا شرایط اجتماعیش بوده یا شرایط خانوادگیش بوده، هر چیزی که بوده الان با اون قدرت تحمل بالا وارد این زندگی شده. در نتیجه این زندگی هم اتفاقاتی براش میفته که اتفاقات عادی نیست، به خاطر اینکه ظرفیت تحملش بالاست و به دلیل همون مشکلات هم از اون فشار احساسی درونی، اون آتش فشان وجودی هنوز برخوردارن، یعنی اون خشم و ناراحتی و درد و هر چیزی که بوده رو با خودشون جمع کردن و آوردن به این دنیا تا حالا باید از اون کمک بگیرن و بیان بیرون، از اون درد باید بیان بیرون. حالا به هر دلیلی که بوده اینا فرصت نکردن اون موقع از این درد بیان بیرون و با همین درد از دنیا رفتن. حالا باید بیان بیرون از اون درد، از اون کوله بار، باید اونو خالی بکنن و بیان دوباره پاکسازی بشن، اون خشم رو تخلیه بکنن، اون نفرت، انتقام، همه اونها، تمام اینا با اونا هست. برای همینه که ممکنه که توی این دنیا هنوز توش گیر باشه، برای همینه که ممکنه که توی این زندگی هنوز توی این قسمت اسیر باشه، درگیر باشه و بخواد توی سناریوهای مختلف اینها رو از خودش بروز بده. اما به هر حال عقرب اومده که از اینها برخیزه، از اینها صعود کنه، از این تاریکی درد، ناراحتی، ضربه روحی، خاطرهای مرگبار، از اینها بیاد بیرون. به خاطر همون مشکلاتش هم که داشته سعی میکنه که توی این زندگی بسته خودشو ببنده، دفاعی زندگی میکنه، همیشه یه گارد دفاعی داره و به این راحتی به کسی اطمینان نمیکنه. مثلا فرض کنید که قبلا به خاطر اطمینانش به این و اون، به دوستا مثلا اسرارشو گفته، فرض کنید یه عقیده خاصی داشته، قدرت، به خصوص اینها قدرتای انرژی داشتن، ممکنه جز جادوگرها بودن، یعنی کسایی که میتونستن از توی قبایل باستانی میتونستن از گیاهان و عناصر و اینا کمک بگیرن برای ایجاد تغییرات، و قبلنا میسوزوندن اینها رو توی قبایلشون، میگفتن که بعد یومنن چه اینا شیطانی هم فلانن، و ممکنه که اونها با همون انرژی، یعنی مثلا قدرت هیلینگ داشته باشن، قدرت کنترل انرژی داشته باشن، قدرت هیپنوتیزم داشته باشن، قدرت عادت‌های فرادرمانی داشته باشن، با اونها به این دنیا بیان و حالا بتونن حتی از اون استعدادهاشون تو این زندگی استفاده بکنن، اما به شرطی که، یعنی شرایط محیطی اونها رو توی شرایطی میندازه که اونها رو دوباره توی اونها زنده کنه. بنابراین عقرب‌ها زندگی آسونی ندارن وقتی که به این دنیا میان و خیلی مشکلات رو خود به خود جذب میکنن، یعنی به نحوی خودشون دور خودشون مشکلات جذب میکنن و باهاشون چالش دارن تا از اونها عبور بکنن. اما حالا قبل از اینکه بخوایم، یعنی بیشتر و عمیق‌تر و عمیق‌تر بریم، یه ذره راجع به مشخصات عقرب‌ها کلاً صحبت بکنیم که ببینیم مشخصات شخصیتیشون و حتی ظاهریشون به چه صورته. اگه بخوایم از عقرب رایزینگ ها بگیم، مشخصات ظاهریشون انرژی که دارن اول، یعنی به نظر من بیشتر از قیافشون، حالا اگه آدم بخواد بگه، بیشتر انرژیه که شما رو جذب یا دفع میکنه. رایزینگ کلن نشانی هستش که شما توی اجتماع از خودت نشون میدی، ماسکیه که روی صورتته توی شرایطی که انگار که مثلا بقیه ای رو که باهاشون خیلی راحت نیستی، تو شرایط رو درواسی داری، یا اینکه تازه با یه سری آشنا شدی، یعنی تو با خودت تنها نیستی یا با خانوادت نیستی، اون ماسک رو صورتت داری توی جامعه، توی کلاس، توی دانشگاه، هرچی، و مردم اول اون ماسک رو صورت میبینن.
اینایی که عقرب دارن سعی میکنن که همیشه خودشون رو قدرتمند نشون بدن، حتی اگر که از نظر درونی ضعف داشته باشن، اما اون ضعفشون رو نشون نمیدن. همیشه خیلی راسخ برخورد میکنن، خیلی مصمم برخورد میکنن. از نظر انرژیشون جوریه که هم جذب میکنه هم دفع میکنه. یعنی بعضی ها کلن از اون نوع سنگینی انرژی، یعنی یک مغناطیس قوی داره که انرژیش مثلا نمیترسن واردش میدانش بشن، ازش دور میشن. یا اینکه یه انرژی قوی داره که شما توش میفتی، یک کاریزمایی داره در واقع، و به خصوص که اون کاریزما انرژی سکس داره، یعنی شما رو از نظر انرژی سکسی جذب میکنه، به خاطر اینکه عقرب نشان چاکرای ریشه ماست، یعنی قسمت دستگاه تناسلی، تولید مثل و قده پروستات آقایون یا حتی مقعد، اینها رو همه رو نشان عقرب انرژیش رو حاکمه و دقیقا توی کف اون کانال انرژی ما، جایی که کندالینی قرار داره، انرژی عقرب قرار میگیره. به همین دلیل هم هستش که میگن عقرب ها سکسیان، به خاطر اینکه انرژی عقرب این قسمت رو حاکمیت میکنه. عقرب ها میتونن از طریق انرژی سکس به شناخت برسن، نه اینکه بگیم که حالا خوبه که سکسیان، بده که سکسیان، اصلا بحث این موضوع نی. بحث اینه که اون کسی که با انرژی عقرب وارد میشه، دی ان ایش جوری پروگرام شده، برنامه داده شده که از طریق انرژی سکس، از طریق یکی شدن، یعنی وقتی که شما با یکی رابطه جنسی برقرار میکنی باهاش یکی میشی، یعنی این انرژی ممزوج میشه، و اون موقع که این انرژی ممزوج میشه، اینها برنامه ریزی شده که عقرب از این طریق به شناخت برسه، یعنی انرژی تو کانال انرژیش بالا بره که بخواد به بیداری برسه، این انرژی کندالینی بالاتر بره و برسه به چشم سوم و در نهایت چاکرای تاجی. و به همین دلیل، به هر حال، حالا نادانسته است اینی که من دارم الان میگم، هیچ عقربی نمیدونه که اینجوری پروگرام شده، ولی به هر حال اینا اینطوری برنامه بهشون داده شده که از طریق برقراری رابطه سکسی و ممزود شدن، نزدیک شدن بیش از حد به کسی، اینها شناخت میرسن. بنابراین کسی که عقرب هست، شما مثلا بهش بگی که بیا بریم برای اینکه همدیگر رو بشناسیم، یه هفته دو هفته هی بشینیم حرف بزنیم، مثلا میخوای برسید به این مرحله که آیا میتونید با هم زندگی کنید یا نکنید، اینها، اونها از طریق حرف و گفتگو و اینا معمولا به اون شناختی که میخوان نمیرسن، در نهایت با شما یکی میشن، در نهایت با شما رابطه جنسی ایجاد میکنن. شاید اگه برای شما عجیب غریب باشه، از نشانهایی باشه که مثلا فرار بکنی از این موضوع برات پذیرفته شاید نباشه، اما اگر به یه عقرب همین رو پیشنهاد بده، یه عقرب دیگه، براش کاملا شناخته شده است و اصلا براش چیز عجیبی نیست. سکورپیوها خیلی با پشت کارن و یعنی پشنت، یعنی مثلا به فارسی نداریم مثل این که، یعنی وقتی که یه کاری رو خودشون رو بهش اختصاص میدن و از ته قلبشون میخوان رو انجام بدن و به یه جایی برسن، همه وجودشون رو میذارن پاش. که حتی خیلی موقع ها ابسسیو میشه. ابسسیو چی میشه؟ وسواس بهش پیدا میکنن. نه وسواس، یعنی گیر میدن بهش و همه وجودشون رو میذارن تا اینکه به اون مقصدی که دلشون میخواد برسن. دقیقا وسواس پیدا میکنن، اصلا کلن خیلی از عقربا دارن اصلا مشکلو. این یک چیز جالبیه در مورد عقربا، به خاطر اینکه هم نقطه موفقیتشونه هم نقطه فیلیرشونه. یعنی خیلی از عقربا همین پرسونالیتی تریتشون، همین شخصیتشون کمک میکنه که به مثلا به موفقیت خیلی زیاد برسن، منتها وقتی که به اونجا میرسن براشون سخته که از این عادتشون بکشن کنار، که حالا آروم باشن و به چیزای دیگه‌شون بالانس بیارن تو زندگیشون، همش گیر ندن به همین کار ادامه بدن، چون دیگه رسیدن به اون گلی که میخواستن، همون براشون سخت میشه که حالا بکنن خودشون رو یکم و یکم بالانس ایجاد کنن تو زندگیشون. اما میگم سخته اینا، ولی میگم پشت کارشون و ویل پاورشی میشه.
ارادهشون دارن که بالاخره بکنن. حالا کار سخت اونقدر برای اینا چیزم داریم ما، اسکورپیو تنبل هم داریم، یعنی همونقدر که عقربا چون کلا یا سیاهن یا سفیدن، حد وسط ندارن، یعنی همونقدر که گیر میدن که به اون هدفی که دارن برسن با پشت کار و اراده و شب و روز کار کردن و نخوردن و نخوابیدن و نمیدونم اینا، اگر هم که برن رو فاز تنبلی به بیخیالی بیقیدی، اونم میرن توش، یعنی کامل توی اون فرو میرن و سعی میکنن بار زندگیشون رو بندازن روی این و اون، یعنی به جای اینکه خودشون، یعنی این دوتا شخصیت داریم، به جای اینکه خودشون بخوان اینو با پشت کار و اراده برن جلو، بعد سعی میکنن از حتی محبت بقیه سوء استفاده بکنن. ما عقرب، یعنی چون عقرب سه تا لول تکامل روح داره، عقرب‌های تکامل نیافته این حالتن، سعی میکنن که سوء استفاده بکنن از بقیه تا برسن چیزی که میخوان برسن. حالا ممکنه اصلا خودشون کار نکنن، سعی بکنن بقیه رو به کار بکشن، از بقیه سوء استفاده مالی بکنن برای پولای بقیه، این قسمت دارکشونه، قسمت ایگو سنتریکشونه. آره، برای اینکه وقتی که مثلا عقرب توی سطح لول عقرب روحش که ایگوش میشه مرکز وجودیش، او اینا میتونن با این شخصیت سوء استفاده کنترل بقیه حتی و انتقام گرفتن از بقیه، یعنی اینا قسمت‌های تیره‌شونه. ما همه داریم، هر کسی یه قسمتی، یعنی ما همه انرژی‌های تیره و روشن داریم، دارک و نور داریم هممون، و عقرب‌ها به این صورتن. ولی بعد از اینکه کم کم از این سطحشون، یعنی سعی میکنن که خودشون با درس‌های زندگی و با نگاه با نگاه کردن به قسمت‌های تاریکشون، با نگاه کردن به قسمت‌های تاریکشون، یعنی با یعنی با ریکگنایز کردنشون، با شناخت کردنشون، شناخت خودشون و اینکه بفهمن که او من اینجوری ام. عقربا خیلی از نظر سایکولوژی خودشونو میارزن ایوالیویت میکنن، ارزیابی میکنن. آره. و بفهمن که اینی دستن چرا اینجوری هن، چرا اینجوری فکر میکنن، چرا اینجوری حس میکنن. وقتی که اینقدر توی اولویت کردن خودشون میرن، کم کم رشد میکنن، کم کم از پوسته میندازن و تبدیل میشن به یک موجودی که عمیقتر از اون ایگوش میبینه. آره، یعنی از سطحش فراتر میره، پایین تر میره. ببینید عقرب نشان آبه، اما آبیه که جاری نیست، یعنی اگر که ماهی جاریه، اگر خرچنگ نشانه عنصر آبی که جاریه، عقرب آبیه که عمق داره، نه اینکه وسعت داشته باشه، عمق داره. و اون قسمت تاریک آب که جلبک های بیهوازی میتونن زندگی بکنن و اختاپوس و اینا اونجا ها هستن، اون قسمت های اقیانوس تصور بکنی که یه اختاپوس میره زیر یه سنگ اونجا میمونه، اونجا انرژی عقربه. یعنی انرژی عقرب اونجا تا اونجا فرو میره، عمیق میشه و اصلا نشان سطحی نیست عقرب. برای همین مثلا با اونایی که انرژی هاشون سطحیه اصلا میونه ای نداره، مثلا با دوقلو اصلا میونه ای نداره عقرب، و اصلا خوشش نمیاد کسی دائم داره حرف میزنه، دوست داره که تنهایی خودش رو داشته باشه، دوست داره که عمق تفکرات خودش رو داشته باشه. چرا میگیم ماه توی عقرب، هی میگید قمر در عقرب، قمر در عقرب؟ هیچ کس هم نمیدونه اصلا این قمر در عقرب داستانش چیه. ماه وقتی میره توی عقرب خودش تغییر نمیکنه، که ماه همون ماهه، ولی موضوع اینه که انرژی عقرب میاد بیرون. گفتم وقتی که یه سیاره میره توی یک نشان، انگار که اون سر اسپری و فشار میده، انرژیش بیرون پاشیده میشه. و دقیقاً ماه وقتی مثلا میره توی عقرب، انرژی عقرب رو میپاشه بیرون روی احساس ما، روی روح ما، روی ذهن ما، روی خاطرات ما، و اون خاطرات عمیق میشه، اون احساس عمیق میشه و میخواد بره بگرده خودشو، و همونجور که جیمی گفت، یعنی میره به عمق خودش کندوکاو بکنه، ببینه کیه، چیه، قبلن چی شده، کجا بوده، چی کار باید بکنه، حسش چیه. به همین دلیل کل درونش رو وقتی که میره دیگه حضور بیرونی نداره، و به همین دلیل هم هست که دیگه اگه که توپق میزنم، چون مرکوری برگشتیه دیگه، نمیتونم بیشتر از این زبونمون حفظ کنم درست حرف بزنم. وقتی که
عقرب ماه میره توی عقرب، حالا دیگه حضور بیرونی ما نداریم، ما انرژیمون میره درونی میشه. به همین دلیل حتی اونایی که ماهشون توی عقربه، خودشون حالا حتی رایزینگ های عقرب، اینا خیلی خوب میتونن بقیه رو هم حتی کند و کاف کنن، یعنی نه تنها فقط خودشون رو کند و کاف میکنن، بقیه رو هم میتونن کند و کاف کنن. بعد وقتی توی اون فاز کند و کاف خودشونن، وقتی اونجا تموم میشه، وقتی که چیز میکنن تموم میشه و شناختن، اون موقع است که زمانی که شروع میکنن دوباره بیرون اومدن و این دفعه تبدیل به عقاب میشن، یعنی یا فینیکس که ققنوس. ققنوس دیگه زمانیه که یعنی از خاکستر مشکلاتش، از خاکستر اون خواسته هاش تونسته در بیاد، بلند بشه و پرواز کنه. به خاطر اینکه عقرب دائم مرگ و زندگی رو، یعنی بلند میشه و باز خاکستر میشه، یعنی هیچ میشه، و به همین دلیل هم هست اصلا نشانه همه یا هیچه کلن. و موقعی که دیگه ققنوس میشه، یعنی میشه زمانی که وصل میشه به حقیقت روحش و دیگه مرکز حقیقیش، دیگه به جای اینکه ایگوش باشه، در حقیقت همون روح والای خودشه. بنابراین عقرب ها لیول های مختلف دارن. بعدم این که بارها دیدم توی کامنت ها و اینا، مثلا میگید وا فلانی عقرب آبان به دنیا اومده، نمیدونم اینجوری کرده اونجوری کرده، اینجوری نیست اصلا. آدم ها همه نشان های مختلف رو دارن. ما داریم برای نشان اسکورپیو حرف میزنیم. نشان اسکورپیو یعنی همون کانستلیشنی که تو آسمونه، یک انرژی تک اسکورپیو که اصلا هیچ کسی نداره، فقط اسکورپیو هیچ کسی نداره. همه ما مخلوطی از 12 تاییم، ولی حالا بستگی به این که مثلا خورشیدمون، رایزینگمون، ماهمون یا باشه کجا باشه فرق میکنه. مثلا یه نفری که فرض کنید رایزینگش عقربه ولی مثلا خورشیدش دوقلوه، خب مشخصاتی که داره نشون میده یه مشخصات دیگه است، یعنی مشخصات عقرب خالص نیست، به خاطر این مشخصات دوقلو رو هم داره نشون میده. و اتفاقا حالا الان اینو گفتم، این آدم مثلا میتونه خیلی بازی بده بقیه رو، کسی که خورشیدش دوقلو باشه یا برعکس عقرب باشه رایزینگ دوقلو، یعنی اگر عقربش تکامل پیدا نکرده باشه، چون دوقلو نشانه که میتونه بقیه رو بازی بده، و اگر که با عقرب تکامل نیافته انرژیش یکی بشه، دیگه واقعا خوب میتونه بازی بده و کنترل بکنه با بازی دادنش بقیه رو. ولی به هر حال این چیزی که همه، یعنی همه نشان، حالا اگه ماهش توی تارس باشه چی میشه؟ یه مشخصه دیگه داره. عقربی که خودش رو شناخته، عقربی که در اومده از اون فیز خودکاوی، درست میگم؟ خودکاوی؟ خودشناسی و اون سرفس لول ایگوش، اون عقرب یه عقرب خیلی وایسی میشه، عاقل حکیم، همینا. یه عقرب خیلی وایزه و یه عقربی که خیلی اوپنه و خیلی کلمه هایی که دارم میگم دقیقاً وایزه، یعنی عاقله، رسیده به حکمت الهی رسیده. برای اینکه گفتم که عقرب انرژیش از دقیقاً انرژی کندالینیه که میاد بالا و یکی میشه با ملکوت، یکی میشه با ابعاد دیگه. وقتی که میرسه به اون گل نیلوفری، در حقیقت شکفته میشه بالای سر ما، یعنی کندالینی بالا میاد. این دقیقاً انرژی عقرب تکامل یافته است که به تمام حکمت اسرار آمیز یونیورس دست پیدا میکنه. یعنی قدرتمندترین نشان عقرب، نشان قوی ترین نشانه، این قدرتی که توش هست بهش توانایی میده تا دسترسی پیدا بکنه به مخزن، یعنی کدگشایی کل اسرار یونیورس. و این شرایط، این مراحل اصلا مراحل آسونی نیست برای یه عقرب. واقعا زندگیش به همین دلیله که انقدر تنش داره، تحول داره، بالا پایین داره، به خاطر اینکه از همون بچگی مراحل تکاملی عقرب یا حتی کسایی که پلوتوشون تو خونه یکشون شروع میشه، اینم هست.
اینایی که پلوتوشون تو خونه یکیشون هم انرژی عقرب رو دارن، چون پلوتو حاکم اسکورپیو، چون پلوتو حاکم عقرب، بله. بنابراین اینایی هم که پلوتوشون تو خونه یک رو به خصوص روی نشان رایزینگ و اینا کاملا اون تبدیل و تحول از بچگیشون ممکنه شروع بشه. حتی این تبدیل و تحول میتونه مثلا فرض کنید مشکل خانوادگی باشه، مرگ پدر مادر یکیشون باشه، دعواهاشون باشه، ممکنه یه اتفاقی باشه که اینها رو خیلی احساسی درگیر میکنه. بیشتر میگم از همون شرایط خانوادگیه و مثلا ارتباطشون با پدر باشه، مثلا مشکلات ارتباطشون با پدر یا مادر باشه. به هر حال همه اینها شرایطی ایجاد میکنه که از همون بچگی این عقرب میره توی خودش، توی غار تنهایی خودش و میخواد که خودش رو بشناسه. حالا این نکته ای که ما از بچگی، بنابراین وقتی که بچه رایزینگ عقرب دارید یا بچه‌ای دارید که نشان عقرب ماهش توی عقرب مثلا، اینو دقت بکنید، فراموش نکنید که بهش باید چیز بدید، فرصت تنهایی بدید، بهش باید فضای تنهایی بدید. این خیلی مهمه که اون بچه هی الکی هولش ندید، بیا برو با اون بازی کن، بیا برو با این بازی کن. اینها نیاز دارن که گاهی اون فضای تنهایی خودشون رو داشته باشن و دوستاشون رو هم شما نمیتونید زورشون بکنید که انتخاب کنن، یک آدم های خاصی رو برای دوستی انتخاب میکنن. گفتی آدمایی که پلوتو روی رایزینگشون باشه، روی اسندنتشون باشه، خب این آدما همون جوری که یعنی کلا اسکورپیو ها، تا اینم این که دارم میگم خیلی مهمه، چون برای اون چیزی که میخوام بگم کلا اسکورپیو ها اون قدرتی که میتونن خودشون ترانسفورم بکنن، خودشون ترانسفورم چی میشه؟ متحول کنن. الان میتونیم ترانسفورم بگیم، همون ترانسفورم بگیم. آره. دیگه الان ما ترانسفورم که میگیم یعنی این که مثل تبدیل شیمیایی مثلا، یعنی این که مثلا همون حالا از پیله در بیاد و پروانه بشه ترانسفورم. خب اینی که ترانسفورم بکنه، این قدرتی که از پلوتو میاد سیر حاکمشون، خب و یک هنر و هنرپیشه‌ای به نام جرلتو پلوتو روی رایزینگشه و اگه شما این هنرمند رو بشناسید میدونی که سن نقشاش خودشو کامل، یعنی متد اکتوره، یعنی خودشو کاملا ترانسفورم میکنه به اون کاراکتری که داره بازی میکنه وقتی داره شوت میکنه فیلمشو. یعنی مثلا توی یک مثلا وقتی داشت مثلا نقش جوکر رو بازی میکرد توی فیلم سویساید سکواد، میگم خودشو یعنی جوکر بود آن ست و وقتی میرفت روی ست فیلم برداری، وقتی میرفت خونم جوکر بود و حتی موشای مرده میل میکرد به هم کوستاراش، یعنی به من پیشه که باشون بازی میکرد که مثلا بره توی اون نقش یا هر چیزی، حالا مدلش دیگه چه میدونم. خب بعد یا لیو دیکاپریو، یعنی اونم کامل میتونست یه آدم دیگه، آره، بشه. ولی یا لیوناردو دیکاپریو که اونم پلوتوری هست نندش کنه پیش است، یعنی خودشو اینتنس، خودشو با اینتنس چی میشه؟ با همه تنش. اوه مای گاد، یعنی هر چی میگم چی میشه، چی نیست، نمیدونم. اینتنس خودشو پرت میندازه توی اون نشی که داره بازی میکنه، با تمام وجود میره توی اون رول و توی اون داستان و توی همه چی، یعنی خیلی خیلی اینتنسه، یعنی چی میگم؟ یعنی سرسری نمیگیره یه نقش رو، حتی با همه وجودش میره و تبدیل میشه به اون آدم، حتی اگر لازم باشه بیش از حد لاغر بشه، وزن کم بکنه که به اون نقش بخوره. آره، جرلرو تو یکی از نقشاش یکی رو بازی میکرد که ایدز داشت و به حدی خودش رو لاغر کرد، همون ترانسفورم کرد بدنش رو، به حدی خودش لاغر کرد پلوتو رایزینگ. آره، یعنی رایزینگ خط ظاهره، خط فیزیکه ما، وقتی پلوتو ترانسفورمیشن، آره، سیاره ترانسفورمیشن، اینا قادرن که بدنشون رو حتی فرم فیزیکیشون رو کاملا تبدیل بکنن و یه چیز دیگه در بیاد. آره، حالا ادامه داری این حرفه؟ نه توی این موضوع نه، میخواد داشتم راجع بچه های چیز حرف میزدم، بچه هایی که عقربن داشتم میگفتم که بهشون فضا بدیم که تنهاییشون رو داشته باشن، چون اونا نیاز دارن. حتی حالا ماه توی عقرب باشه، رایزینگ عقرب، هرچی، نمیتونیم به زور بهشون بگیم برو با این بازی کن، برو با اون بازی کن، برای اینکه میخوان که خودشون باشن. بعد یه چیزی که راجع به این بچه ها یکم بیشتر صحبت کنیم، اینا هیچ یادشون نمیره، حافظشون خیلی قویه و تمام حرکات شما به عنوان والدین، رفتارهای شما، کلمات شما
توی ذهن اینا نقش میبنده کامل. یعنی اگر که مثلا یه بچه حالا یکم بیخیاله، عقربا اصلا بیخیال نیستن. حواستون باشه که دارید بهشون چی میگید، چجوری باهاشون رفتار میکنید، مثلا اگه دارید با همسرتون برخورد میکنید، اینها همه اینها رو ریکورد میکنن، ضبط میکنن و کامل اینا رو نگه میدارن. کلن تیم ترسناک، تیمی که رفت داره مثلا به هیولاها یا داستانهای هورر، داستانهای هورر دیگه هر چی باشه، کلن چیزایی که خیلی عجیب غریب و کم دارک باشه و لذت میبرن. میدی چی میگم؟ حالا آره، و مثلا گیم های ترسناک دوست دارن، فیلم های ترسناک دوست دارن اصلا، ولی اینا لذت بردنش ازش اینه که ببینن و بترسن و وحشت بکنن. اینا وقتی اینا رو میبینن میخندن یا حال میکنن. اصلا اتفاقا اگه کسی بترسه اینا دوست ندارن. یعنی مثلا اگر که یه بچه اسکورپیوی بیاد به شما یه چیزی بگه، اینا فیلم ترسناک کردن انگار نشستن دارن غروب رو نگاه میکنن. آره، مثلا اینجوریه، مثلا داره پاپ کورن میخوره، مثلا یه چیز نگاه میکنه حال میکنه. ولی مثلا یه چیزی که یه دوست نداره بچه عقرب اینه که مثلا میاد به مامانش یه چیزی میگه، مامانه میگه وای، مثلا دوست نداره اصلا. عقرب دوست نداره اصلا کسی رو شوکه ببینه، ترسیده ببینه، وحشت زده ببینه. حالا یا برمیگرده به زندگی قبلیش که دوست نداره اون خاطرات تو ذهنش میاد که مثلا وحشت زده بودن یه سری از خانواده، اتفاقاتی افتاده بوده، یا اینکه دیگه الان انقدر با اونا یعنی دست و پنجه نرم کرده که براش عادی شده و اصلا خوشش نمیاد. آره، بعد آره، بعد چیز میکنه، قایم میکنه. یعنی چون اسرار داره دیگه، یعنی عقرب جوریه که گنجینه اسرار داره، کلا همه چیشو نمیریزه بیرون. نباید توقع داشته باشیم که مثلا بگیم که چرا نمیای به من بگی، چرا نمیگی چی شده. برعکس، باید خیلی اطمینانشو جلب کنیم که خودش بدون اون کسی که میتونم بهش اطمینان بکنم مثلا مامانمه. من به عنوان یک تارسی، به عنوان یک گاو، خب چیزی که ادمایر میکنم و یعنی تحسین میکنم و احترام میذارم به اسکورپیو اینه که برای خودشه، یعنی برای خودش و خانوادش و آدمایی دوست داره و اینجوری نیست که مثلا همش دوست باز باشه یا هر چیزی. یعنی چی نشان اسکورپیو؟ نه که هر اسکورپیو اینجوریه. و دوست یعنی و اینی که مثلا اعتمادش الکی نیست، یعنی چجور بگم، اعتمادش رو باید یکی باید احترامش رو توصیه بکنه، جلب کنه، نه یکی باید احترامش رو، آره یکی باید احترامش رو یعنی به سختی بیاره. به دست بیاره، میدونی چی میگم؟ اعتمادش رو. و نه اینکه چیز مثلا این خیلی مثلا او حالا کی میخواه حالا با این دوست باشه، نه کلا اینجوریه دیگه. یعنی مثلا با هر کسی دوست نمیشه، با هر کسی نیست و هر کسی، و اگه اعتماد بکنه برای توی دایره این تو سیرکل دوستیش باشی، نمیدونم، یه آنر بزرگی، یه افتخاره برای که به این راحتی دوست نمیشه با کسی. و البته اگرچه خودش دوست داره که به کسی اعتماد بکنه و همه چیه اون طرف رو در بیاره، خودش اصلا دوست نداره. آره، که ولی کسی سر از کاراش در بیاره. ولی اسکورپیوهایی که شدن عقاب یه مدلی هن که اصلا یعنی من نیازت ندارم، یه اینجوری هن. آره، میدید چی میگم؟ که من اصلا برش مهم نید دوست باشم با این، نباشم با این. یعنی اینجوری نیستش که مثلا من دلم میخواد با این دوست باشم، کاش میتونستم بهش اعتماد بکنم. یعنی اصلا اینجوری فکر نمی کنم. نیاز نداره. آره، یه مدل خیلی مثلا not giving a crap اینا چی میشه، براش مهم نیست. آره، که خیلی خیلی چیله و خیلی خیلی، آره خیلی مثلا کلن، حالا این که میگه چیله، اصلا کلن اینایی که عقاب شدن خیلی صبورم هستن. آره، و به اضافه این که یه چیز جالبی که کلن یه ورژن عمیق‌تر و سنگین‌تر انگار چیزن، کماندار انگار جوپیتری میشه، همون عقربای تکاملی نقیفت هست دیگه. و وقتی میگم که چیلن، یعنی چیل هستن، به خاطر اینکه عقابن، یعنی عقاب میشن و اون قسمت حسادت و اینا واسه اونایی که هنوز خودشون درست نیافتن و هنوز خیلی ایگو سنتریکن، ایگو محور. آره. و اینو که داشتم میگفتم که خودشونو باز نمی کنن ولی همه رو باز میکنن، چشماشونم انقدر گیراست
و انقدر نافذه که حالا بعضی ها از این چشمای عقرب فرار میکنن حتی، یعنی نمیتونن تحمل بکنن اون انرژیش رو که مثل اشعه ایکس وارد میشه، وارد میدان انرژی شما. چش چش جرد لیرو و چش دیکاپریو نگاهشون بکنید، چشاشون رو یعنی فقط واسه 30 ثانیه نگاهشون بکن. من که دوست دارم، من خیلی جالبه یه سری شخصی در مورد تجربه خودم، من یه دوست دارم سکورپیو و یه دوست دارم کپریکورن. یه دوست کپریکورنم خیلی بازه، یعنی مثلا استعدادش حرف میزنه، در مورد فکرش حرف میزنه، رازی نداره اینا. یه دوست دارم سکورپیو که مثلا راز داره، حتی با اینکه ما میدونیم راز نیست و گفتم قبلا هم یه جور رفتار میکنه کلا نگاه که مثلا رازه، مثلا این مدل رفتارشه دوست داره که راز باشه. و حتی یه چیزی مثلا وقتی یه چیزی که مثلا ما میدونیم مثلا بقیه گروه نمیدونن، مثلا یه جوری میاد مثلا تو گروه میگه که مثلا من خودم مثلا به عنوان کسی که مثلا داره ارزیابی میکنه میفهمم که یعنی او گاد، یعنی این خودشو باز کرد و اینو گفت یا هر چیزی. خب و اون دوستی که مثلا خیلی باز، یعنی خیلی کلا بازه و اینا و ارزیابی نمیکنه، در جواب مثلا اینجوری حرف میزنه که انگار مثلا انگار اصلا مهم نیست مثلا که اینا مثلا خب اوکی مثلا نمیدن مثلا اکنالج چی میشه، مثلا با حرف نمیگه مثلا او واو چقدر خوش باز کردی، مثلا آره خوش نمیاره. خب من مثلا دیدم که اون مثلا داره چیز میکنه، من گفتم که این ناراحت نشه، مثلا این یه چیز خیلی گنده، کار خیلی گنده ای که هیچ کی خیلی یخه. آره. مثلا برو خودش احساس نشه، مثلا گفتم مثلا درک مثلا اینجوری. خب بعد من که اون مثلا ناراحت نشه که مثلا یه کار فرق کنه که من یه کار گنده کردم هیچ کسش مهم نبود، مثلا اینجوری نکنه، مثلا باش بهش گفتم که مثلا او ای والله مثلا ساپورتت میکنیم و مثلا یعنی حرف زدم باهاش در مورد این موضوع با اینکه اون یکی دوستم نتونست. واسه همین کلا خیلی جالبه یک کسی که حالا چرا این کارو کرد، کی؟ همون که دوستت کپریکورن یا اسکورپیو؟ نه اون اسکورپیوی که ریخت بیرون به خاطری که حس کرد که میتونه اعتماد بکنه، یعنی یک انگار یک یه دونه دیوار رو شکست مثلا، یعنی که جو عوض کنه. شاید اصلا اسکورپیوها خیلی هم قدرت دارن که از نظر احساسی جو رو کنترل بکنن. نه اینجوری نبود، این سناریو نبود، اینجوری بود که حس امنیتی کرد که خودش رو باز کنه، آره. اصلا سرش رو بگه. آره. ولی چون اونه که فکر کرد اون کپریکورن فکر کرد اصلا سر مهم می نبود که حالا آره اونقع اصلا به خاطر اینکه مثلا خودشون می دید مثلا یه چی میگم که مثلا اینقدر بازه با اینا. حالا این که من میگم که اینا میتونن احساس و یعنی جو و کنترل بکنن، چون که عقرب کلن کنترل کننده است دیگه، یعنی به خصوص وقتی که حالا توی سطح انرژی پایینش که هست، یعنی هنوز تکامل پیدا نکرده، حتی میخواد بقیه رو با این کنترل بازی بده، یعنی مهره هاشو جابجا بکنه به نفع خودش. اما حالا همین جوریش از نظر احساسی میتونن کنترل بکنن جو، مثلا خیلی از دی جی ها یا مثلا خیلی از مهمونی مثلا جو عوض میکنن، جوک میگن اینا، این مدلیا مثلا حرفو تغییر میدن که یه دفعه مثلا یکی بخنده به فرض، یکی رو سر شوق بیارن. حتی به خصوص حالا تو حرفاشون هم خیلی مدل سکسی صحبت میکنن، یعنی خیلی راحت جوکای این مدلی میگن. دو تا چیزی که همه اسکورپیوها یار بیشترشون به نظرم همشون اون که من دیدم این شباهت دارن، یکی اینه که یا در یک نظری فیلم سکس هست، یعنی یا جوکاشون در مورد چیزای سکسیه یا مثلا اگه مثلا نویسندن یا داستاناشون یه سری یه جورایی فیلم سکس بالاست، مثلا یا اگر این که قسمت میشینن با بقیه هم از اون انرژی تو بقیه هم ایجاد. آره دیگه. یا حتی اگه قسمت مثلا بدشون باشه، مثلا دارک باشه، خیلی ها مثلا سکس ادیکتن، مثلا اعتیاد دارن به سکس و یعنی بودهای مختلف داره. خب و حتی یکی دیگه شنگ همینجور گفتن سه زن ترسناک و اینا که دوست دارن. سکورپیو برای رشد میفهمه که لیمیتیشن ها و باوندری هاش چیان، میشناسه که مثلا من نمیتونم این کار کنم، من اینجوری نیستم، بلا 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 بلا. بعدش هم چیز میکنه، وقتی میشناسه راه پیدا میکنه که اونا رو بتونه کمتر بکنه، لیمیتیشن هاش رو بتونه بگذره، یعنی بشکنه اون لیمیتیشن ها و باندریاش رو. آره. بعد چون گشنه رشد همش
همه سعی میکنه آدمایی پیدا بکنه و چون اسکورپیو کنن شیر کردن و ایناست، آدمایی پیدا بکنه که باهاش ایده شیر بکنه، ساپورت احساسی بگیره و ساپورت کنه، نظر احساسی شیر بشن، این مدلی. برای همینم کلن به شخصیت‌های قوی جذب میشن خود عقربا، به خاطر اینکه اون شخصیت‌های قوی میتونن منبع الهام و انگیزه برای خود عقرب ها بشن. اصلا استرنگثه، اصلا قدرته و همون عقربا، همون میشه قدرت درونیشون، همون اون قدرت عقربا اینه که تاریکی های خودشون رو بشناسن و وقتی که شناختن بتونن به اونها غلبه کنن و حتی از اونها، یعنی بشناسن خودشون رو، بشناسن از اونها استفاده بکنن، تاریکی هاشون بهشون غلبه بکنن و اینکه ترانسفورم بکنن. خب ترانسفورم چی میشه به فارسی؟ نداری معادلشو، ولی یعنی پیله... از پیله انگار در بیان، پوست بندازن و همون تبدیل به عقاب بشن که فرم بعدیشونه. و همین کارم بتمن کرد، یعنی بیسیکلی تا حالا 20 سالگیشو اینا یا همون دوره برای اون موقع با تاریکیاش دست و پنجه نرم کرد، دیال کرد و شناخت همینجوری انقدر در خودش برو، درون خودش برو، انقدر خودش رو شناخت که بعد رفت حالا رزمی گام گرفتن که بعد تبدیل شد literally، یعنی واقعا، یعنی چی میگن، یعنی تبدیل شد به یه موجود دیگه، یعنی حالا نه موجود دیگه، مثال یعنی به یه شخصیت. آره. خب حالا داریم حالا کلم و مشخصات این که حالا کسی خورشیدش باشه، رایزینگش باشه، ماهش باشه و اینا رو کلی توی صحبت‌ها گفتیم، حالا یه ذره مشخص‌تر کردیم که مثلا اگه که حالا رایزینگش توش باشه، رایزینگش توی عقرب باشه چه انرژی از خودش میده. و البته راجب ظاهرش هم یه ذره حرف بزنیم چون خیلی پراکنده حرف زدیم، حالا جمع مشخص طبقه بندی نکردیم چون همجوری داریم صحبت میکنیم. راجب ظاهرش هم عقرب رایزینگ ها معمولا چونه هاشون یه حالت چارگوش داره مشخصه و پیشونیشون هم همینطور، پیشونیشون یه حالت چارگوش داره، بعد گونه هاشون برجسته است معمولا، یعنی استخون گونه برجسته است معمولا توی رایزینگ های عقرب. کلن عقرب ها عقرب ببین اصلا کلن انرژی، مثلا میگیم که قیافش مطمئنن انرژی خورشیدش هم تأثیر داره، اینجور نیست که فقط رایزینگش خودش رو نشون بده. آره میکسه، اینا هیچ وقت تک نیست. ولی حالا اگر که مثلا یعنی کسی که انرژی عقرب رو داره، حالا خورشیدش هم توشه، ولی خب بیشتر رایزینگ راجع به ظاهرش. ولی من خودم شخصا توی اینایی که دیدم مثلا چارتشون رو میبینم، میبینم که ظاهر ما مخلوطیه از انرژی خورشید، نشان خورشیدیمون و نشان رایزینگمون و حتی نشان ماهمون تاثیر داره روی همش با هم. ولی در کل انرژی عقرب باعث میشه که فرم صورت گونه برجسته داشته باشه و اون پیشونی خیلی حالت زوزنقه، یعنی مستطیل مثلا داشته باشه، یعنی زاویه داشته باشه، برجسته باشه و چارگوش باشه به اضافه چونه. حتی اون وقت اینا به خصوص توی شغلایی که مقامدار باشن توی دولت خیلی توش خوبن، چون که دوست دارن که قدرت داشته باشن، کنترل کننده قدرت باشن، یعنی اینکه اینا کلن دوست دارن که کنترل بکنن و مرموز باشن و کسی سر از همه چیشون در نیاره، به خصوص توی این شغلایی که این مدلی باشه، مثلا حتی مسافرت بکنن برن بیان مأموریت کسی ندونه کجا میرن میان و سیکرتیو باشه خیلی همه چیشون، به اضافه حتی جراحای خوبی هن، دکترای خوبی هن، به خاطر اینکه وضعیت مارس توی نشانشون و اینکه همه چیزو عادت دارن باز کنن دیگه، یعنی از پوستشو بکنن برن هر چیزی رو، آره واردش بشن، پوست بکنن و وارد مغزش بشن، برای همین جراحای خیلی خوبی هن. و یعنی میتونن توی زمینه پزشکی، حالا توی یا توی شغلای دولتی خیلی عقربا میتونن موفق باشن، اما از نظر کلی چون دوست ندارن کسی کنترلشون بکنه و خودشون میخوان کنترل کننده باشن، عقربا معمولا نمیتونن کارمند باشن، چون دستور بگیرن، دستور ببرن از کسی. یعنی اگر کسی انرژی عقربش بالا باشه یا قسمت
چارتش مثلا روی قسمت شغلیش انرژی عقرب بالا باشه حالا یا پلوتو باشه و اینا باید خودشون صاحب کار باشن، خودشون صاحب بیزینس باشن، چون از کسی دوست ندارن کسی کنترلشون کنه، دستور بده. به خصوص حالا اینه که الان دارم میگم، به خصوص رایزینگای عقرب اینجوریان. اگر که جوپیتر تو وضعیت خیلی خوبی باشه براشون، یا اینکه جوپیتر توی شرایطی باشه که، چون جوپیتر سیاره‌ایه که کلن خوشیومنه، خوش شانسه، مثلا برکت فراوونیه، و جوپیتر وقتی که توی شرایط خوبی باشه میتونه برای اینا برکت مالی ایجاد بکنه. کلن اگر که جوپیتر، یعنی از نظر ترانزیت به خصوص، حالا الان که جوپیتر مستقیم شده و داره پیش میره، توی ماهای آینده میتونه برای عقرب‌ها گشاینده مالی باشه، چون جوپیتر کلن سیاره خونه مالی عقرب‌هاه. ولی در مورد روابطشون با دیگران، با خواهر و برادر اینا، حتی به خصوص اگر ساترن تو شرایط سختی باشه، اینا ممکنه که اون روابط خوبی نداشته باشن و روابطشون با خواهر و برادر بر اساس یک ساختاری باشه. یعنی در نظر بگیرن که، یعنی حالت معمولی فقط چون خواهر برادرمه نباشه، ممکنه که یه سری موانع و مشکلات تو روابطشون با خواهر و برادر به خصوص عقرب رایزینگا داشته باشن. خیلی از عقربا توی کارهای ساختمونی موفقن، توی خرید و چیزای کارهای ریال استیت موفقن، و به خصوص که ممکنه که از خانواده هم بهشون شرایط خونه و اینها برسه و بتونن از اون استفاده بکنن، به شرطی که هدر ندن، به خاطر اینکه بعضی از عقربا توی دریافت پول خوبن و این نمیتونن پول رو نگه دارن، یعنی از این و اون خوب پول میگیرن ولی مدیریت پولی خوبی ندارن یا زود از دستش میدن، به خصوص اگه مرکوریشون توی شرایط خوبی نباشه، اینا توی پولایی که ارث و میراث بهشون برسه یا اینکه سرمایه گذاری مشترک شریک و اینا نمیتونن خوب تشخیص بدن اگر مرکوریشون شرایط خوبی نداشته باشه، و حتی ممکنه که دوستایی که جذب میکنن دوستایی نباشن که قابل اعتماد باشن. کلن عقرب توی مسئله اطمینان و اعتماد درس داره، یعنی اومده که بشناسه واقعا که این دفعه به کی میتونه اعتماد بکنه و کیو میتونه تو حریم خصوصیش راه بده، چون به همه نمیشه اطمینان کرد، همه رو هم نمیشه روند و دور کرد. بنابراین باید عقرب تو این زندگی یاد بگیره که به چه کسانی میتونه اعتماد بکنه. بنابراین ممکنه که توی مسیرش با دوستانی بیفته که به درد نمیخورن، باعث رسواییشن، باعث شرمندگیشن، باعث آبروریزین، یعنی یه جورایی کارایی میکنن که به مشکل میخوره بعدن از نظر وجهه اجتماعیش. حتی با اینکه تازه خیلی از عقربا خیلی حساب کتابم میکنن برای اینکه دوستاشون رو انتخاب بکنن، یعنی یه کسی باشه که به خصوص قدرت داشته باشه یا ثروت داشته باشه، یعنی بتونن از طریقش توی منابعش شریک بشن. چون کلن گفتم توی صحبت‌های قبلیمونم گفتیم که عقرب میخواد که از طریق ارتباط با دیگران منابعش رو تأمین بکنه، یعنی که به خصوص قدرت، چون قدرت طلبه، آدمایی که مقام دارن مثلا، یعنی براش مهمه که با کی دوست باشه، اینو باهاش دوست بشم چون مقام داره، اونو باهاش دوست بشم چون پول داره. نمیگم همه عقربا اینجوریان، ولی عقربایی که توی لول عقرب هستن که ایگو محورن این حالت رو دارن. تازه با همه این حساب کتابی که میکنن، معمولا به خاطر اینکه درس اعتماد دارن که با چه کسانی محدودیت هاشون رو، یعنی بشکنن، یا با چه کسانی دیوار بگذارن، این درسیه که عقرب باید بگذرونه و تست بشه و پاس بکنه. خیلی وقتها به خاطر همین مشکل میخورن تو انتخاب دوستا، و معمولا اون کسا اونایی نیستن که خودشون نشون میدن، یعنی الکی یه جوری خودشون نشون میدن که قدرت دارن و عقرب جذبش میشه، یا الکی مثلا شاید خیلی وقتها بگن توی پروژه موفقن و میخوان که شریک داشته باشن و عقرب جذبش میشه، در حالی که اونا تو خالیه اون وعده هاشون. بعد از طرف دیگه خیلی عقرب ها به خصوص اونایی که توی عقرب های تکامل نیافته هستن، قابلیت خودشون رو تخریب کردن دارن و حتی مثلا به خودشون ضربه فیزیکی میزنن، بدن فیزیکیشون رو تخریب میکنن با مثلا استفاده کردن از مواد مخدر که مخفی هم استفاده میکنن و بیشتر سعی میکنن که کسی نفهمه، یعنی چون اون شخصیت اسرار آمیزشون دوست نداره که اجازه بده که بقیه متوجه بشن که دارن اینا استفاده میکنن. از نظر
خونه نهشون ماه رولر خونه نهشونه، چون ماه زود مودش عوض میشه و جزر و مد میده بهشون. در نتیجه عقرب ها از نظر دیدگاه های عقیدتی و باوری ممکنه که یه روز مثلا عاشق مسیحیت باشن، یه روز مثلا عاشق مثلا یه چیز دیگه باشن، اسلام باشن، قرآن بخونن، یه روز انجیل بخونن، یه روز روسری سرشون بزنن، یه روز روسری بردارن. منظورم اینه که از نظر باورهاشون خیلی متغیر و زود میتونه باورهاشون عوض بشه. مثلا ممکنه که داخل یه جورن، خارج که میرن یه جور دیگه میشن، توی جمع دوستا که قرار میگیرن یه باور دیگه مثلا داشته بهشون در اینها ایجاد بشه. توی این زمینه خیلی متغیرن. این مدلشون یعنی وقتی که یکم بزرگتر میشن و یکم مچور چی میشه؟ بالغتر میشن. خیلی خوبه به خاطر اینکه یعنی اوپن مایندن. یک باور سرسخت و قد ندارن که من باورهای اینو عوض نمیشه. میشنون دیدگاه های بقیه رو، دیدگاه خودشون هم دارن و اینکه اوپن مایندن، دین ذهنشون بازه و اینکه سرسخت نیست، میتونه خیلی آدم های خوبی هن که باهاشون بحث کرد یا باهاشون گفتگو کرد. از این موضوع من خودم شخصا دوست دارم، ولی همشون اینجوری نیستن. مثلا اینا که داریم میگیم اینا که داریم میگیم شامل همه نمیشه. مثلا بستگی داره به چارت شخصی اون طرف. مثلا حالا همین مورد، اگر که حالا یه شخصی مثلا ساترن و پلوتوش به هم دیگه، یه عقربی که ساترنش با پلوتوش با هم پیوند داشته باشن، مثلا این آدم روی باوراش خیلی گیر داره به خاطر اینکه پلوتو سیارشه با ساترن که خیلی سنتیه به هم میچسبن. حالا بس دیگه مثلا توی چارتش یه جای قرار بگیره که مثلا خونه نهش هم باشه دیگه واویلا، یعنی مثلا به این راحتی از عقایدو گیر میده بهش تا بخواد در بیاد ازش مثلا طول میکشه. بس دیگه باز به چارت شخصی داره. من همین بنده همینجوری مشخصات کلی و عمومی رو دارم مطرح میکنم و به اضافه اینکه در نهایت عقرب ها کاملا یعنی نشان بسیار احساسی، بسیار عمیق و بسیار معنوی میتونن باشن، یعنی هستن و اگر که برسن به اون تکاملی که باید روحشون برسه و بتونن برخیزن از اون ایگوشون، از اون ایگو محور بودن در بیان، مطمئنن از نظر روحی بسیار قدرتمند میشن و میتونن حتی کمک بکنن به بقیه، برای شفای روح بقیه، برای روان درمانی بقیه، برای هیپنوتیزم کردن و درآوردن مشکلاتشون، برای دادن آرامش به بقیه. بی نهایت از نظر انرژی درمانی موفقن. خیلی از عقربا انرژی درمانگرای موفقی هستند و توی این زمینه های معنوی، روحانی، انرژی، اسپریچوالیتی و اینها میتونن موفق باشن. خب حالا یکم در مورد حضور سیاره های دیگه صحبت بکنیم. در مورد ماه و رایزینگ و اینا حرف زدیم، توی ماه و رایزینگ و خورشید اونا تو عقرب حرف زدیم. حالا ببینیم اگه سیاره های دیگه باشه، مثلا فرض کنیم که طرف خورشیدش یکی توی مثلا نشان کمان داره، رایزینگش مثلا تارسه، اما مثلا مرکوریش توی عقربه. ببینیم حالا مرکوری توی عقرب چه مشخصاتی داره. اول اینکه اصلا مرکوری چیه؟ مرکوری کلام، فکر، مدل کامیونیکیشنه، برقراری ارتباط ما، ذهن ماست، بعد نوشتن ماست، خوندن ماست. وقتی که مرکوری توی عقرب، عقرب میشه یه نشان اسرارآمیزی که در مورد تابوهای زندگی، در مورد سایه های مخفی روح ما رو اونا احاطه داره. حالا میبینیم مرکوری وقتی میره توی عقرب، شخص اسرارآمیز حرف میزنه یا از اسرار زندگی حرف میزنه یا به اونا علاقه مند میشه. یا اینکه مثلا مدل میگه حتی جوک های سکسی میگه، اینم میشه مرکوری در اسکورپیو. آره ولی کلا مرکوری توی عقرب عمیق میبینه، یعنی چون آره. مرکوری ذهن سطحی روزمره ماست، ولی وقتی میره توی عقرب عمیق، یه مدلی حرف میزنه که وقتی حرف میزنه میفهمی که انگار داره مثلا تتوی کائنات رو میخواد در بیاره. مثلا تتو نه تتو تتوی کائنات. آره یعنی عمقش رو میره و اینوست تحقیق میکنه، تحقیق و تفحص میکنه، به خاطر اینکه عقرب نشانه تحقیق و تفحصه. اینایی که مرکوریشون توی عقربه کاراگاه های خوبی هن. چون هر چیزی رو خوب میتونن
کشف کنن، میتونن تحتوش رو در بیارن. بعد خوب استراتژی میدن، برنامه میریزن، پلن میریزن، به خصوص اگر که چارتشون جوری باشه که قدرت طلب باشن، یعنی بخوان به قدرت برسن، مثل چرچیل مرکوری توی عقرب داشته، هیلاری کلینتون مرکوریش توی عقربه. هیلاری کلینتون که خیلی دوست داشته عقربه، بکنم سکورپیو سکورپیو رایزینگ هستن. اصلا ساعت نه، ساعت دقیقش معلوم نیستش هیلاری کلینتون، اگه درست باشه آره. یعنی خورشیدش توی اسکورپیو، مرکوریش هم توی اسکورپیو، حالا معلوم نیست رایزینگش هم باشه. تبو گفتی اینو؟ تبو تبو میتونه حرف بزنه؟ نه، چیزای تبو مثل مرگ، یعنی می نویسن مثلا شاید داستانای همون بیسیکلی، یعنی در کلامشون و فکرشون اسکورپیو انرژیش اینجوری میاد. آره، در کلام و نوشتار و ارتباطاتشون انرژی عقرب، هر چیزی رو بروز نمیدن. مثلا ایمیلای هیلاری کلینتون رو هنوز کسی نتونست بفهمه که توش چی بود، ته و توش چی بود، چون مرکوری ارتباطات ایمیل و تلفن و ایناست و عقرب خوب میتونه اونا رو مخفی کنه، مثل گنج نگه داره اونا رو، کسی بهشون دسترسی پیدا نکنه. ولی خودشون اطلاعات همه چی رو در میارن، مرکوری توی عقربا اطلاعات همه چی رو در میارن و میتونن از اون اطلاعات استفاده بکنن برای اینکه شما رو کنترل بکنن، مثلا مثل مامورای CIA، مثلا مثل حتی جاسوسی. مرکوری توی عقرب میتونه جاسوس‌های خیلی موفقی باشن، چون هر چیزی رو میتونه کشف بکنه، مثلا حرف نمیزنه، یعنی سیکرت نگه داره توی صحبت کردن، دهنش قرصه. آره، بعد چیزم هست، مرکوری توی عقرب ذهنشون جوریه که آدم به راحتی کشفش نمیکنه خودشونو. مثلا پیکاسو که سبک کوبیس نقاشی میکرده، مثلا تابلوش که نگاه میکنه، چه طرف توی یک کسی توی اون نظر اول نمیفهمه که اون تابلو چیه، اونم مرکوریش توی عقرب بوده. بعد یه چیزی که هست، دروغ خوب تشخیص میدن، اونایی که مرکوریشون توی عقربه اینا دروغ خوب میشناسن، یعنی فرق نمیکنه حالا خورشیدشون کجا باشه یا رایزینگشون کجا باشه، دروغ خوب تشخیص میدن در مورد به داستانای جادو و تلسم و اینا خیلی علاقه نشون میدن به این اسرار. اسکورپیا کلا اینجوری علاقه دارن، شاید اینا مثلا در موردشون مثلا بنویسن، آره، یا علوم غریبه میگن اونا رو مثلا حرف بزنن، این مدلی مثلا شاید. آره، ممکن حتی نویسنده اینجور کتابا بشن در موردش صحبت بکنن اینا. خب حالا در مورد ونوس در اسکورپیو حرف بزنیم. ونوس توی اسکورپیو یا همون عقرب خیلی خوب عمل نمیکنه، به خاطر اینکه ونوس سیاره حاکم بر تارسه، تارس هم نشان اپوزیت، نشان مقابل عقربه، برابر این ونوس اینجا ضعیف میشه. ونوس سیاره خواسته های ماست، اون چیزی که ما ازش کیف میکنیم، هر چیزی که ما ازش حال میکنیم کیف میکنیم، و رابطه عشقی مونه، عاطفی مونه، پول مونه. وقتی که ونوس اینجاست، یا همه رو با هم میخواد یا هیچی نمیخواد، یعنی چون حد وسط نداره یکم سخت میشه داستان، چون ما هیچ وقت نمیتونیم همه چی رو با هم داشته باشیم، یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم کیفمون کامله. به هر حال ونوس اینجا عمیقه، عشق عمیق میخواد، رابطه الکی نمیخواد با کسی و الکی دلش خوش نمیشه به حرفای مثلا خوبه یه نفر، وقتی یکی داره بهش باهاش داره وقت میگذرونه، به عنوان یه رابطه جدی بهش نگاه میکنه، عمیق میخواد و میخواد که اون رابطه توش تعهد باشه دیگه، اینکه میخواد اون وقت توش سیکس باشه، به خاطر اینکه همه یا هیچ، یعنی اینکه اگر که تو با من هستی و دارم با تو وقت میگذرونم، اون موقع ما باید با هم رابطه سیکسی هم داشته باشیم و به این رابطه متعهد هم باشیم و برای هم باشیم. و قبلا هم گفتم توی رابطه است که از طریق انرژی سکس و ممزوج شدنه که عقرب میشناسه اون شرایطش رو، و اون ونوس میشه رابطه عاطفی، یعنی میره توی بحث اون شرایط و هر چیزی که ونوس وقتی که اینجاست، از هر چیزی که انرژی عقرب داره لذت میبره، یعنی از هر چیزی که یکم ممکنه که دارک باشه، تیره باشه، تاریک باشه. مثلا حتی ونوس توی عقرب میتونه هنری باشه که تاریکه، انرژی تاریک داره، نقاشیایی باشه که انرژی مرگ توش داره، بدبختی ها رو توش نشون میده، مشکلات رو توش نشون میده، تجاوز رو توش نشون میده، یعنی اینا ممکنه باشه. یعنی فقط
هیولا نشون میده کلا این سه همونجوری که تن یا ممکنه هیولا نشون میده چیزای ترسناک نشون میده یا مثلا میتونن فیلمای مثلا فیلم سازای فیلم ترسناک باشن. آره مثلا میتونه هنر ترسناک داشته باشه یا هنر تاریک نشون بده یا هنر سنگین باشه، در هر صورت اینجا چیز سطحی نیستش ونوس. خب حالا ببینیم که کیا ونوسشون توی عقربه، یعنی هنرشون. اولا که آها اینم صحبت کردیم که هنرش میتونه هنری باشه که توش ترانسفورم میکنه خودشو و کاملا یک نقش دیگه بازی میکنه متفاوت از این چیزی که هست اگه هنر پیشه باشه و کاملا تو اون نقش فرو میره. مثل کی؟ لئوناردو دیکاپریو. ونوسش هم توی عقربه دیگه. چیش تو عقربه؟ مارسش توی عقربه، مارس خورشیدش هم تو عقربه و اون انرژی عقرب از چشماش میاد. پلوتو کانجنکت هم با اسندنتش. نقشایی که بازی میکنه خیلی عمیقه دیکاپریو. مثلا تو فیلم اینسپشن که بود قشنگ یعنی میرفت توی لایه 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 های زمین ناخودآگاه توی خواب، یعنی کلا خیلی پلوتویی و اسکورپیویی بود. آره دیگه دقیقاً میره تو عمق زمین ناخودآگاه، یعنی تو اون فیلم اینسپشن دیگه. مهاتما گاندی ونوسش توی عقرب. ونوسش توی عقربه؟ آره. چه جالب. مرکوریش هم تو عقربه. مهاتما گاندی مرکوریش هم تو عقربه. باز کن چارتشو. آره مرکوریش توی عقربه، مارسش ونوسش مارسش تو عقربه. آره. اونو که مارسشون تو عقربه زیرپوستی می جنگن، درونی می جنگن و دقیقا مهاتما گاندی همین کارو کرد. یعنی جنگ بیرونی را ننداخت، جنگ زیرپوستی و استراتژیک راه انداخت. چون مارس توی قوچ جنگ علنیه، جنگ بیرونیه، ولی مارس توی عقرب جنگ استراتژیک میده و گاندی قشنگ استراتژی داشت. ذهنش هم همینطور. مرکوریش هم توی عقربه و توی چیز جنگی که مثلا کرد برای آزادی هند قشنگ استراتژی به خرج داد. خیلی جالبه. حالا من خیلی سریع خودم بقیه سیاره‌ها بگم چون وقت پادکستمون داره میگذره، تند و تند دیگه توضیح بدم. ونوس رو گفتم، مارس رو توی عقرب رو حالا کم توضیح بدم. اینی که مارس خب سیاره حاکم بر عقربه و وقتی که اینجا قرار بگیره قدرتمنده. مارس اراده است، شخص ارادهش قوی میشه برای اینکه به هدفش برسه، انرژتیکه، بعد با دل و جرأت که دنبال چیزی که میخواد بره می جنگه برای خواستش. اما معمولا مارس توی عقرب آدم جنگی دائم الجنگ نیست، مثل مارس توی قوچ. بیشتر ظاهرش رو حفظ میکنه و از تو برنامه داره، استراتژی داره برای اینکه برنده بشه. مارس و ونوس توی عقرب هر دوشون میتونن حسود باشن، به خصوص توی رابطه های عاطفیشون. مارس توی عقرب حتی میتونه خیلی هم مشکوک باشه. کلا عقربا خیلی زود اعتماد نمیکنن، مشکوکن، ولی به هر حال مارس توی عقرب میتونه مشکوک باشه توی شروع کردن یه رابطه و اگر هم که یعنی به حدی برسه که تحریک بشه اون آتش فشان عقرب بیرون بریزه، به هر حال اون تاثیر پرخاشگری مارس تو عقرب هم دیده میشه و باید شخص یاد بگیره که چطوری بتونه خودش رو کنترل بکنه، خشمش رو کنترل بکنه، تخلیه بکنه، به خصوص با ورزش و یا داشتن سکس، چون اشتیاق و هیجان داشتن رابطه سکسی رو هم بالا میبره. حالا اگر که جوپیتر توی عقرب باشه چی؟ به مسائل فلسفی عمیق توی زندگی اهمیت میده. مکاتب مختلف رو دوست داره بررسی بکنه، اطلاعاتش رو در بیاره. مکتب مثلا فرض کنید کریشنا چی میگه، یا اینکه تانترا چیه، یوگا چیه، نمیدونم ادیان مختلف چیه. علاقمند هستش به این چیزا، حتی ممکنه که آموزش ببینه، تحصیلات داشته باشه روی این چیزا. و اگر که ساترن اینجا باشه، گفتم شخص خیلی کاری میشه بیش از حد و کارش براش مهمه، ساختارهای کاریش براش مهمه، حتی رو تخت بیمارستان هم باشه برای کارش اهمیت قائله و میخواد که زودتر برگرده کارش رو انجام بده. به اضافه این که ساترن وقتی که توی اسکورپیو قرار میگیره، فرد از نظر احساسی تحت فشار قرار میگیره، یعنی تجربیاتی که داره توی این زندگی از نظر مسائل احساسی، به خصوص در مورد چیزایی که چون اسکورپیو نشان خواسته های ماست، وقتی ساترن اونجاست انگار که اونجا رو برهوت میکنه یه جوری.
چون ساترن تو هر جایی که بره اون فراوانیشو میبره، اون رو محدودش میکنه و اسکورپیو نشان غریزه ماست، بنابراین اون قسمت رو یک جورایی بلاک های احساسی ایجاد میکنه. خب حالا سیارات داخلی رو توضیح دادم، سیارات خارجی تر مثل اورانوس و پلوتو و نپتون و اینها هم تأثیرشون توی هر نشان نسلی هست و اونقدی روی رفتارهای شخصی فرد تأثیر نداره، بلکه تکامل یک نسل رو باهاش بررسی میکنیم و الان دیگه وقت ندارم که بخوام در مورد اون موضوع صحبت کنیم چون خودش بازی صحبتهای خیلی طولانی تر و زیادتر میطلبه. اما در پایان برای اینکه با همدیگه جمع بندی بکنیم، شما رو دعوت میکنم به دیدن یک کلیپ عالی دیگه برای شناختن انرژی عقرب و اینکه چطور باید از انرژی عقرب برای برخاستن و ققنوس شدن استفاده کرد. He says the leap to freedom is not about strength. My body makes the jump. Survival is the spirit, the soul. My soul is as ready to escape as my body. Fear is why you fell. No, I'm not afraid. I'm angry. Makes you strong. It makes you weak. Why? How can you move faster than possible, fight longer than possible, without the most powerful impulse of this period? The fear of death. I do fear death. I fear dying in here, while my city burns. There's no one there to save it. Then make the climb. As the child is. Without the rope. Then fear will find you again. Ah, supplies for your journey. Oh, that's wonderful. That's... Is that me? Rise. مثل ققنوس. در واقع همون صعود. صعود. منش همونم. و این روح عقربه که داره اینجوری از عقرب میره به مرحله عقاب و ققنوس برسه، قدرتی که توش نهفته که توی هیچ کدوم از نشانها نیست. چون جوپیتر توی عقربه، همه ما میتونیم از این قدرت استفاده بکنیم. مهم نیست چه نشانی باشه.
به امید صعود، آزادی و رهایی برای تک تک شما در تابستان 2018 تا هوروسکوپ فارسی پادکست بعدی. خدا نگهدار. خداحافظ.